ترانه علی دوستی و مانی حقیقی مقابل رئیس سازمان سینمای ایران ایستادند. برادران لیلا زمسال تو جشنواره یکن خوش درخشید و برنده جایزه فدراسیون بیلون منتقدان سینمای جهان شد. این جایزه در حالی به سعید روستایی سازنده ای فیلم اهدا شد که چند روز از فروریختن ساختمان متروپول تو آبادان میگذشت و اون جایزه رو به مردم آبادان تقدیم کرد. ترانه علی دوستی و پیمان معادی هم تو نشست مطبوعاتی ای این فیلم درباره وضعیت اقتصادی و قیاب فضای نقد و سرکوب رسانه تو ایران حرف ها زدن که به مذاق رسانه های وابسته به حکومت فاسد ایران خوش نیومد. در پاسخ به اعلام خبر ممنوع کاری سینماگران و اتهام به عوامل فیلم برادران لیلا، ترانه علی دوستی بازیگر این فیلم تو صفحه اینستاگرامش پاسخ تندی به محمد خزائی داد. اون گفته بود این بگیر و ببنده یه روزی تموم میشه. ترانه علی دوستی بازیگر سرشناسی که حرفای سیاسی توی پیجش میزنه در واکنش به تهدید رئیس سازمان سینمایی به انتشار فهرست هنرمندان ممنول کار تو اینستاگرام نوشت آنچه مرتکبش هستید اعمال زوره و چه بسیار اونها که نخواستین و دیده شدن اون در ادامه گفته بود این بگیر و به بندها و ممنوعیتها و خشونتهای آشکار و پنهانتون یک روزی تموم میشه و شما خودتون تنها میمونید. علی کریمی فوتبالیست جنجالی این روزها هم زیر این پست کامنت گذاشته بود به امید آزادی و رهایی از دست دیکتاتور بزرگ. رئیس سازمان سینمای ایران هم به خبرگزاری گفته بود اسامی سینماگرانی که احتمالا ممنوع کار میشن تا هفته آینده اعلام میشه محمد خزای پوفیوز برای این ممنوع کاری به دو گروه اشاره کرده بود یکی امضا کنندگان بیانیه 170 سینماگر با عنوان توفنگت را زمین بگذار و دیگری عوامل فیلم برادران لیلا